آریانا افغانستان، یگانه شبکه تلویزیونی ملی افغانها در خارج از کشور. بینندگان ارجمند، هموطنان گرامی، با تقدیم سلام و ابراز تمنیات قلبی، با نگاه امروز پنجشنبه 14 ماه میزان 1393 هجری خورشیدی برابر با 6 اکتبر سال 2014 میلادی، یک بار دیگر مهمان خانه های شما میشیم. نخست در بخش افغانستان در آینه مطبوعات جهان، تبصره های از گاردین، دلی تلگراف، اکانومیست، کوریا تایمز پیشکش حضورتان میشه و همچنان با استفاده از مقاله از روزنامه ماندگار صحبت اصلی برنامه امروز را تقدیم میکنیم. روزنامه گاردین در مورد موزیم جنگی بریتانیا به مناسبت خروج نیروهای این کشور از افغانستان مقاله مبسوطی را به نشر رسانده می نویسد. در این موزیم بعضی از اشیای از میدان جنگ به شمول واسکت‌های انتحاری نیز به نمایش گذاشته می شود. به نوشته گاردین، این نمایش از سوی موزیم بریتانیا یکی از نمایشات تکان دهنده خواهد بود. یک واسکت انتحاری پر از مواد انفجاری که سال گذشته به دست نیروهای پلیس افتاد. با صدها اشیای جنگی دیگر در این نمایشگاه به تماشا گذاشته خواهد شد. کسوی موزیم جنگی شاهی بریتانیا در افغانستان جمع‌آوری شده است. گاردین اعلام می‌کند بعد از جنگ اول جهانی این اولین بار است که تنظیم کنندگان این موزیم در پی جمع‌آوری اشیای جنگی می‌باشند. موزیم جنگی شاهی بریتانیا در آخرین مأموریت خود آثار را جمع‌آوری کرده است که بیانگر حکایت‌های بریتانیایی‌ها در جنگ افغانستان می‌باشد. در میان آنها 1100 اشیای جنگی و هزاران فیلم حاوی تصاویر ویدیویی و عکس ها شاملند. گاردین میگوید سازمان دهندگان این موزیم به مناسبت خروج نیروهای بریتانیایی و بین المللی پس از 13 سال جنگ از افغانستان نمایشگاه را تنظیم می کنند که در آن برخی از آثار جنگی به نمایش گذاشته خواهد شد. گاردین چاپ لندن باز هم در تبصره دیگر می نویسد صدراعظم بریتانیا دیوید کامرون اولین رهبر کشورهای غربی است که بعد از تحلیف رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی به این کشور سفر می کند و قبل از خروج قوای بریتانیایی از افغانستان شاید این آخرین سفر صدراعظم بریتانیا به افغانستان نیز باشد. منوشتی روزنامه، صدراعظم بریتانیا با رسیدن به افغانستان بر یک موضوع تاکید نمود که کشورش با دخالت در افغانستان تاوان بس بزرگی را متحمل شد و در 13 سال گذشته 453 عسکر خود را از دست داد. اما روزنامه دیگر بریتانوی دلی تلگراف از قول کامرون می نویسد که گفته است با پرداخت این تاوان سنگین دستاوردها هم زیاد بوده و به چنین قربانی می ارزید. کامرون گفت وقتی که او صدراعظم انتخاب شد از هر 10 واقعه خشونتبار در سرکای این کشور 9 واقعان در افغانستان و پاکستان طرح‌ریزی می شد و اکنون این رقم به نیم رسیده است. دلی تلگراف می افزاید بریتانیا برای رسیدن به اهداف امنیتی خود در افغانستان گام های بزرگی را برداشته تا وضعیت در افغانستان را تغییر بدهد و افغانستان امروز قوای امنیتی و نظامی خود را دارد که مسئولیت امنیت این کشور را به عهده می گیرند و وضعیت افغانستان از سال 2001 تا کنون کاملا تغییر کرده است. اما مجله اکانومیست در شماره اخیر خود موضوع دیگری را در مورد سیاست امریکا در افغانستان عنوان کرده است که در بخش از این مقاله
خانیم. پیمان امنیتی بین افغانستان و امریکا هرچند زیاد وقت را در بر گرفت، بالاخره به امضا رسید و این چیزی بود که امریکا همیشه بر آن تاکید می‌ورزید. مجله می‌افزاید حالا که این پیمان امضا شده است، رئیس جمهور امریکا با تصامیم خود تا حد آن را غیر مهم ساخته است، زیرا کاهش تعداد عساکر در افغانستان تا پایان سال جاری به 9800 نفر و در پایان سال آینده تا نصف آن شرایط را در افغانستان ناگوار می سازد، زیرا دیگر تیاره ها و هلیکوپتر های غولپیکر امریکایی برای حمایت قوای افغان از میدان هوایی بگرام پرواز نمی کنند. به نوشته مجله، تعلیم و تربیت قوای هوایی افغان بسیار دیر آغاز شد و این قوا حداقل 4 تا 5 سال دیگر نیاز دارد که بتواند عملا داخل جنگ شود. در چنین حالت کاهش قوای امریکا ضربه جدی وارد می کند. به نوشته اکانومیست، در عراق رئیس جمهور اوباما بهانه داشت که حکومت عراق پیمان امنیتی را امضا نکرد، از این رو قوای کشورش را از عراق خارج کرد، اما در افغانستان این بهانه هم دیگر وجود ندارد. در چنین حالت مجله اکانومیست تاکید می‌ورزد که اگر امریکا می‌خواهد اشتباه تاریخی عراق دوباره در افغانستان تکرار نشود، باید در مورد مهلت ادامه کمک‌ها به قوای نظامی افغان و ظرفیت و طبیعت این قوا تجدید نظر کند. روزنامه کوریا تایمز در مورد مشکلاتی که رئیس جمهور جدید افغانستان اشرف غنی با آن مواجه است، مقاله ای را تحت عنوان رئیس جمهور جدید با خطرات بزرگ روبروست به نشر رسانده می نویسد. اشرف غنی وزیر مالی سابق افغانستان و مقام سابق بانک جهانی به حیث رئیس جمهور جدید افغانستان حلف وفاداری یاد کرد. اشرف این مراسم تحلیف را بعد از امضای موافقتنامه در مورد شریک ساختن قدرت با دکتر عبدالله وزیر خارجه سابق و ایجاد یک حکومت وحدت ملی بجا کرد که بر اساس آن این موافقتنامه به عبدالله عملا نقش صدر اعظم داده است. کوریا تایمز در این مقاله اعلام میکند با وجود این که اکثریت افغانها و جهانیان پس از این توافق نفس آرام کشیدند، اما این موافقتنامه که بر اساس فشارهای زیاد ایالات متحده امریکا صورت گرفته شکنند خواهد بود. نویسنده مقاله کوریا تایمز در ادامه اعلام میکند پیروزی موافقتنامه اکنون بیشتر به عبدالله تعلق میگیرد. او قبل از این نتایج انتخابات را برخلاف خود خوانده و آن را سراپا تقلب پنداشته است. به نوشته روزنامه کوریا تایمز، تنها گذشت زمان نشان دهنده آن است که آیا عبدالله نتایج انتخابات را به طور مکمل میپذیرد یا نه. انتخاباتی که بر اساس آن قدرت برای اولین بار در افغانستان به طور صلح‌آمیز و دموکراتیک انتقال یافت. در صورتی که تنظیم قدرت بین اشرف غنی و عبدالله موافقانه به پیش برده شود و با طالبان مصالحه صورت بگیرد، این مسئله قدرت و مشروعیت حکومت جدید افغانستان را بیش از این هم تقویت خواهد کرد. خب بیننده ارجمند، هموطنان گرامی، ای بود بازتاب از روزنامه های خارجی به مناسبت فرارسیدن عید سعید ادها، البته روزنامه ها و جراید و مجلات داخلی یعنی افغانی همه مرخص هستند و دروازه ها را بستند و در مسائل سیاسی یا در مسائل مملکتی هیچ کدام گزارش یا مقاله به نشر نرسیده. این هم یکی از خصوصیات جوامع مثل افغانستان است که وقتی که روز رخصتی می آید یا یک مناسبت یا مصادف میشه با اعیاد و یا روزهای ملی، بازار هم کساد است، ادارات دولتی هم مسدود هستند و میدیا یا رسانه ها هم خود به اصطلاح رخصت ساختند. خب بیننده ارجمند، این شب و روز در هر مجلس و محفل و حتی محافل ترحیم یا فاتحه، مجالس عروسی، در هر جایی که شما میرین، در کنسرت ها، حتی در اجتماعات خرد افغان ها که 5 نفر و 6 نفر حتی 2 نفر با هم نشستن، صحبت از کابینه جدید است. هر کس در کیسه یا در جیب خود یک کابینه داره و هر کس به نفع شخصی که مورد نظرش است یا قومش است یا خیشش است
یا شوهر خواهرش است، یا بچه کاکایش است، یا خسربریش است و یا هر نوع پیوند و خیشی که داره، به نفع او تبلیغ میکنه و گویا نام او آدم هم میخواه بالا بکشه که ای آدم هم یا ای شخص هم در جمله وزرای کابینه جناب آقای رئیس جمهور جدید افغانستان تشریف دارن. صرف نظر از این که آیا این شخص یا این اشخاص مستحق احراز مقام یک وزارت هست یا نیست، آقای اشرف غنی احمدزی به کرات به مردم افغانستان وعده سپردن که اصل شایسته سالاری را به اصطلاح مراعات میکنن. اما با این زد و بندهایی که ما شما میبینیم، این دولت افغانستان دو تقسیم نشده بلکه شش تقسیم شده، تقسیم در تقسیم. به طور مثال عبدالرشید دوستان معاون اول دکتر اشرف غنی احمدزی توقعات و انتظارات دارد، گویا او به نام قوم و به نام منطقه خود خواهانی است که چند وزارت را گفته مردم بقاپه و وزارتخانه را هم بین اطرافیان خود، صرف نظر از این که این طرفدارایش یا این اطرافیانش چی سویه دارن، چی استعداد دارن، چی تجربه دارن، تقسیم میکنن و گویا حکومت قومی را به یک شکل در افغانستان روی کار میه. به می ترتیب محمد محقق که در تیم انتخاباتی دکتر عبدالله بعیس معاون دوم انتخاب شده، اونا هم توقعات دارند و می خواهند به نام قوم خود تعدادی از وزارتخانه ها، سفارتخانه ها و ولایات افغانستان از آن خود بسازه. بازو دل خودش که کی را بعیس والی مقرر میکنه، کی را بعیس سفیر مقرر میکنه و رای هم نمی زنه، میگه برادر من برای تو رای آوردیم، این مربوط خودم است که من دل مرکزه که وزیر ساختم، مرکزه که رئیس ساختم، هر کسی که موین ساختم، این می شش وزارت یا چهار وزارت یا چند سفارت یا چند ولایت یا چند ریاست مربوط خودم است، به تو هیچ مربوط نیست، ما برای تو رای دادیم. همچنان در سایر کاتگوریا که میریم در هر تیم ایده فعالیت کردن، جناب استخارگر معروف حضرت سبت الله مجددی که حالا گفته مردم به کهولت سنشان رسیده و گاه گاه استخاره میکنن به نفع افراد و اشخاص مورد نظر خود، شخصیت های مورد نظر خود، و هم دلیل دارن که دو شهزاده باید همیشه برحال بمانند و دو شهزاده یعنی شهزاده زبی الله مجددی و شهزاده نجیب الله مجددی، اینا هم حضور پررنگ داشته باشند، یعنی بعیس وزیر و سفیر. جناب پیر صاحب سید احمد گیلانی هم بی علاقه نیستند، برای اینکه فرزند دارند، از جانب داماد دارند و آقای احدی افتخار دامادی جناب پیر صاحب سید احمد گیلانی رو دارند و سایر افراد و اشخاص که وابسته به فامیل گیلانی هستند، اینا هم توقعات دارند و بنابراین چند وزارت هم باید با آقای گیلانی تعلق بگیره، چند وزارت با آقای مجددی، مخصوصا دو چوکی باید با آقای مجددی فعلا خود سر دو چوکی که برای دو شهزاده در نظر گرفته شده باید تقسیم شود، برای خان محمد حزب اسلامی برای او هم باید یعنی اقلا یکی دو وزارت یا ریاست داده شود، برای سایر همکاران آقای اشرف غنی جناب آقای فاروقی هستند، سه چهار نفر دیگه هستند، اینا هم البته توقعات دارند. کوتاه سخن، ای یک کابینه غیر متجانس، اگر اشرف غنی احمدزی یا اشرف جان یا اشرف یا اشرف غنی ابتکار به دست خود بگیره و نگذاره که جلو از دستش خطا بخوره و آنچه را که به مردم افغانستان وعده سپرده اگر او را عملی کنه، در او صورت ما برادر از همینجا دست بسته تسلیم آقای احمدزی هستیم. اما آقای احمدزی طوره که پیشتر شما دیدین و روزنامه دیلی تلگراف هم تبصره کرد با و روزنامه کوریا تایمز، آقای احمدزی با مشکلات بسیار زیاد مواجه است. آقای کرزی نمیتونه موجودیت شخص مثل عبدالرشید دوستم در نظر بگیره. از جانب گزارش های این طرف و طرف میرسه که آقای احمدزی در تدارک یک بازی تازه سیاسی است، به این معنا که میخواهد توسط عبدالرشید دوستم استادتا را از بلخ به اصطلاح دور بسازه و بعدا
توسط عبدالرشید دوستم به سراغ محمد محقق در ولایت شمالی افغانستان بره. البته این خاصیت زمامدار است که در روزهای اول خود بسیار خم میگیرند، خود بسیار جولیده میگیرند، لباس های بسیار فقیرانه میپوشند، کپ کپ را میرند و هر لحظه با تبسم های ساختگی خود میخواین دل یک گده مردم ها گفتی مردم از آن خود بسازند. اما صرف نظر از این که قدرت زیاد یا تراکم قدرت در وجود یک شخص از او یک دکتاتور میسازند، مخصوصا افراد و اشخاصی که استعداد دیکتاتور شدن و مستبد شدن دارن، مثل رئیس جمهور سابق افغانستان عبدالحامد کرزی که دیدیم که به چه یک دیکتاتور یادم تبدیل شد که با سیاست های قوم‌گرایانه خود امروز ببینیم که ما را با چه مشکلات روبرو ساختن. صرف نظر از این مسائل بازم براتون میگم که ما امیدوار هستیم 100 روز با جناب دکتر صاحب اشرف غنی خان احمدزی وقت داده شده. از 100 روز هم من فکر میکنم یک 10 روزش گذشته و همه انتظار اعلان کابینه را دارن. قبلا براتون گفتیم که همه منتظر هستن که کابینه چی وقت بخیر اعلان میشه. آنچه مسلم است و واقعیت است و هیچ کس نمیتونه از او چشم پوشی کنه، پس از ماها جنجال و کشمکش و فرو رفتن در فضای مبهم و نامطمئن سیاسی، بالاخره در تاریخ افغانستان یک نقطه عطف رقم خورد و قدرت سیاسی بدون بروز خونریزی و خشونت انتقال یافت. رنگ خون و بوی باروت از دیرگاه است که با سرنوشت مردم افغانستان عجین شده است و از این رو یکی از بزرگترین آرزوهای مردم ما اندیشیدن و فردای بدون جنگ و خونریزی است. تشکیل دولت آنچه به نام وحدت ملی خوانده میشه ظاهرا بر گره کور انتخابات ما در نهایت نقطه پایان گذاشت و اقلا بر روی صفحات کاغذ توافقات خوبی صورت گرفت تا از این پس حکومتداری متفاوت از سالهای گذشته را شاهد باشیم، به شرط اینکه آنچه در روی کاغذ نوشته شده در عمل پیاده شود. تحلیف، سوگند یا قسم خوردن رئیس جمهور و رئیس اجرایی و معاونینشان واقعا ظاهرا شکوه و عزتمندی قریب الوقوع را به ملت افغانستان نوید داد، عزت و سربلندی که فقط و فقط در سایه اتحاد و همدلی میتواند به دست آید. اگر آنچه در چند روز گذشته به نمایش گذاشته شد شکل نمایشی نداشته باشه و واقعا هر دو کاندید با هم دست دوستی و دست اخوت و برادری برای پیشبرد کشور داده باشند، بدون شک طرح تشکیل دولت وحدت ملی میتواند اختلاف سلیقه ها، اختلاف روش ها و انحصارگرایی ها را به نوعی مدیریت کند و در نهایت بنبست انتخاباتی را بشکند و یک بار دیگر جامعه جهانی را به این باور برساند که افغانستان ظرفیت بالای برای تبدیل شدن به مکان سرشار از امید و آرزو برای صلح و ثبات را دارد. مکان و جغرافیای امنی که بتواند صلح و ثبات را در منطقه و جهان تقویت کند و باز هم آنها را متحد به ایستادن در کنار مردم افغانستان بسازد. مسلماً این دستاوردها و یا امیدواری ها همه مرهون توافق و تفاهم است که حول دولت وحدت ملی آنچه خوانده میشه شکل گرفته است. سخنرانی اشرف غنی احمدزی حکایت از روی دست داشتن برنامه های جامعه برای حرکت دادن افغانستان به سمت فرداهای بهتر دارد، اما این برنامه ها عملی نخواهد شد مگر اینکه اشرف غنی تمام توجه خود را برای ساختن زیر ساختهایی به خرج دهد که اگر وجود نداشته باشند ساخت روبنا به شکلی که امروز ایدئال همه افغان هاست ناممکن خواهد شد. شما تا زمانی که زیربنا را نسازین به مردم افغانستان نمیتونین وعده بسپارین. زیربنا رکن اصلی و شرط اصلی ساختن یک مملکت است.
و برای آغاز همت گماشتن به ساخت زیربناهایی که بتواند ترقی و توسعه را به کشور هدیه کند، هیچ اصلی مهمتر از حفظ دوام و بقای پیمانی که بر اساس آن دولت به اصطلاح وحدت ملی شکل گرفته وجود نخواهد داشت. بنابراین نه دکتر عبدالله به عنوان رئیس اجرایی کشور و نه دکتر اشرف غنی به عنوان رئیس جمهور نباید به گروه‌ها و جریان‌های افراطی که در اطرافشان وجود دارند و یا ممکن است در روزهای آینده پیرامونشان حلقه بزنند، این اجازه را بدهند که اساس و بنای این وحدت و توافق را متزلزل سازند و دولت به اصطلاح وحدت ملی را هنوز به اجرا و که هنوز به اجرا و قوام نرسیده با شکست مواجه کنند. حل بحران‌های سیاسی راه حل‌های سیاسی دارد و بدون شک ایده تشکیل آنچه به نام دولت وحدت ملی خوانده میشه در زمان مناسب توانست و بن‌بست پایان دهد که ماندن در آن به نفع هیچ کس نبود و می توانست افغانستان را با بحران همگیر مواجه سازد که هنوز هم این پیمان یا این توافقنامه شکنند می باشد. قبلا اشاره کردم که آقای دکتر اشرف غنی احمدزی یک بار نه چندین بار و به کرات تاکید روی این مسئله کرده که مناسب مقام ها و چوکی ها به اساس شایسته سالاری تقسیم میشه، اما مهمی است که ما بدانیم از عینک، از دریچه، از نگاه، از چشم دکتر اشرف غنی احمدزی شایسته سالار چه افراد و چه اشخاصی هستند. اما با آنچه گفته آمد امید کم است که دکتر اشرف غنی احمدزی بتواند با تمام این مشکلات دست و پنجه نرم کند. بیننده ارجمند، هموطنان گرامی، از شما دعوت میکنیم که به این گزارش ویدیویی توجه کنید تا لحظات دیگر ما باز هم در خدمت شما خواهیم بود و به تبصره خود ادامه خواهیم داد. با ما باشید. کابینه تازه افغانستان تا چند روز دیگر معرفی خواهد شد. رئیس جمهور احمدزی بر به کار گماشتن چهره های کارفهم و شایسته تعهد سپرده است، اما زمان دقیق اعلام کابینه مشخص نشده است، هرچند گفته می شود که تصمیم حکومت بر این پس ازیده است. ضوابط باید سر روابط حاکم شود و کار به اهل کار سپرده شود. با این همه شورای ملی انتظار می کشد تا در روزهای نزدیک رئیس جمهور احمدزی کابینه اش را معرفی کند، کاری که از خلای قانونی در نهادهای دولتی می تواند جلوگیری کند و همکنون همه نهادهای دولتی به سرپرستی گرفته شدند. با توجه به کنفرانس های بین المللی که افغانستان در پیش روی داره، با توجه به سال مالی جدیدی که افغانستان باید حکومت مخصوصا طرح و برنامه و پروگرام های انکشافی خود به پارلمان ارائه کنه در چوکات بودجه، توقع میره که به زودترین فرصت کابینه جدید افغانستان معرفی شود. وزرا در حالت سرپرستی هستند و حالت سرپرستی صلاحات محدود می باشد و در این زمان توقع مردم افغانستان است که چهره ها جدید هم بیان بکار. مردم ها طبعا تحصیل کردن متخصص با تجربه و در این زمان دلسوز و مردم افغانستان باشد. در چند سال پس این گماشته شدن بسیاری از اعضای کابینه حامد کرزی همواره به باد انتقاد گرفته شدند، چهره هایی که ظاهرا در گزینش آنان مصلحت هایی در نظر گرفته شده بود، اما در حکومت وحدت ملی خواست ها بر این استند تا چهره های تازه شایسته و کارفهم روی کار آیند. کابینه نو باید مثل خود رئیس جمهور میگه از اشخاص متخصص و متعهد به منافع افغانستان برگزیده شود و بر مبنای مصلحت برگزیده نشود. چرا تجربه 13 سال گذشته نشان داد که گاهی هر زمانی که حکومت یا کابینه بر مبنای منافع گروپی و منافع تنظیمی و امثال ازی برگزیده شده، تجربه خوب نبوده. با این همه تا چند روز دیگر روشن خواهد شد که حکومت وحدت ملی در گزینش کابینه‌اش چه خواهد کرد.
چهره های تازه ای را بر رخ می کشد یا همون افراد 13 سال گذشته خواهند بود، کسانی که تجربه ماموریت با حامد کرزی را دارند. شماره از این دست چهره ها همواره لکه های اتهام اختلاس، فساد و قانون شکنی را بر جبین داشتند. امضای موافقتنامه امنیتی کابل واشنگتن اثر مثبت روی تقویت روند صلح در کشور دارد. که من همیشه فقط انتقاد کردن یاد دارم، انتقاد من فکر نکنم که هیچ وقت به جای باشه و من با در نظر داشته واقعیت ها انتقاد میکنم. مثلا در مورد زاغ خیلوال وزیر مالیه حامد کرزی که مجددا به حیث مشاور ارشد اقتصادی افغانستان از تقرار حاصل کردن، گویی در این کشور اصلا دیگه استعداد و مهارت و کاردان و کارشناس وجود نداشت که زاغ خیلوال از یک چوکی به دیگه چوکی، از یک شاخ به دیگه شاخ بپره به عوض از اینکه یادم مؤاخذه شد و به محاکمه راجع شود. همچنان در مورد یکی دو شخصیت دیگه و در آینده هر کسی که در کابینه آقای اشرف غنی احمدزی مقرر شود ما در مورد صحبت میکنیم، آنچه که در موردش میدانیم. افراد و اشخاصی که ادعای زعامت ملی را میکنند، افراد و اشخاصی که میگه ما باشین ولسمش هستیم یا رئیس جمهور هستیم یا حتی صدر اعظم و حتی وزیر هستیم، چون اینا با سرنوشت مردم به اصطلاح کارشان گره خورده و سرنوشت مردم در دستشان است، بنان قضاوت هم در موردشان باید در سطح ملی و در سطح مردم صورت بگیره، در سطح ولس صورت بگیره. اما تو نمیشه که هر کس که وزیر شد یا سفیر شد برادری نگوین که والا بازی فلانی خفه میشه دیگه خفه میشه. ما بندوازی نیستیم که کس خفه شوه. ما ترس و حراس از این داریم این آدمه که با این وضع خود، با این گذشته خود، با این کارهای خراب را که انجام داده، ای که حاکم بر سرنوشت مردم که به حیث وزیر یا حتی به حیث سفیر یا به حیث ولسمشر یا معاون ولسمشر یا معاون صدر اعظم یا صدر اعظم میشه، این مسئله مردم است، مسئله شخصی و خانوادگی نیست. اگر در خانواده ما یک مسئله رخ بده یا مربوط فامیلیم باشه مربوط خودم است، اما اگر من یک مقام را میگیرم خدای ناخواسته یا با کدام چوکی میرسم، در صورت مردم حق دارن که در مورد ما قضاوت کنن، بگن یادم بی سواد است، با سواد است، با دانش است، بی دانش است، تجربه داره نداره. انسان، هر انسان مبین شخصیت خود است، هر انسان خودش به مردم نشان میده که من میفهمم یا نمیفهم، اما درجه میار یا اندازه فهم و دانش هر انسان و گذشته هر انسان صرف نظر از این که چقدر تحصیل داره و چقدر تجربه داره، این خود انسان نماینگر امو ظرفیت و شخصیت خود است. بنابراین ما نباید مسائل خانوادگی و مسائل دوستی و خویشی را در نظر بگیریم. در اون صورت ما باید از روز اول در کنار اشرف غنی احمدزی استاد می شدم و می گفتم دوست ما هست، رفیق ما هست، برادر ما هست. نخیر، اتو نیست. هر حرکتی که آقای اشرف غنی میکنه، هر حرکتی که دکتر عبدالله میکنه، او در زیر ذربین مردم است. مردم میتونن قضاوت کنن حتی در مورد لباس پوشیدنشان. من انتقاد دارم سر نحوه لباس پوشیدن آقای اشرف غنی احمدزی. من معذرت میخوام، این لباس را که آقای اشرف غنی میپوشه این لباس چاسافاست. در افغانستان یا کسی که تبنگ در سر خود میمونه، همین دستار یا لنگیری که تازه به سر میکنه، و من به یک دوست برش توصیه میکنم که مثل سایر رهبرا باید آدم عزت چوکی خود مراعات کنه. بعض وقتا اگر انسان ها قابل احترام نیستن، اما مقامشان قابل احترام است. بنان با حفظ احترام به مقام رئیس جمهوری افغانستان، ولو که حامد کرزی بدترین رئیس جمهور در تاریخ و زماندار، حتی از بچه سقاو کده بدترین رئیس جمهور در تاریخ افغانستان بوده، بنان ما مسئله قومی و منطقوی را درو گذاشته، ما سر شخص آقای کرزی، سر کارنامه آقای کرزی تبصره کردیم، او را قضاوت کردیم و تاریخ هم در موردش قضاوت میکنه. بنان کار خوب خوب میگیم، کار بد بد میگیم. ایده از دوستا به من زنگ میزنن، حتی در فاصله که شما یک گزارش ویدیویی رو میبینین که آقای مسکینیار شما شخصی سر مردم بسیار تعرض میکنین، ما سر مردم تعرض نمیکنیم. بعض وقتا ما میخوایم طنز بگویم، برای اینکه ما نمیخوایم که شما خستام شوین با یک چهره خشک و خشن تشریفاتی احساساتی مواجه شوین.
ما بعض وقتا بعض صحبت هایی که میکنم به خاطر که یک کمی شما را فکرتان را گفتیم مردم تغییر بتم. همین آقای نصرالله خان استانکزی دیدین؟ او آقای نصرالله خان استانکزی نیست که با موهای جولیده و دراز مانند مجنون در صحراها که راه میرفت. حالا موها را سب رنگ دادن، تمام چیزها دندانا درست شده. حالا فکر میکنم آمادگی میگیرن آقای نصرالله خان استانکزی هم. آقای مثلا شما شاهد هستین که دفتن در ظرف 24 ساعت جنرال صاحب ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان تغییر شکل و شمایل دادن، ریش سفیرشان سیاه شد، سر سفیرشان سیاه شد. اونا دیدیم که تا جایی که ما خبر داریم، البته خبرهای خوش هم در راه بود که اینا مجبور شدن این کارا بکنن. این کار کاملا کار شخصی است. من خودم اعتراف میکنم من اینم عادت بد دارم، من نمیتونم که زبان خود بگیرم. هر کسی یک خلا داره، بنان شما باعث یک خلا قبول کنین که من سر افراد اشخاص وقت که صحبت میکنم، منظور من نیست که من تمسخر کنم خدای نخواسته، اما این هم واقعیت هاییست که یک آدم باعث سخنگوی می دیروز یک شکل و شمایل دیگه داشت، امروز یک شکل و شمایل دیگه داره. یا دوست روز گذشته درست پیش در مورد پدروف از من سوال کرد. پدروف عضو حزب دموکراتیک خلق افغانستان نبود؟ بنان میگن در وقتی که عضو حزب دموکراتیک بود نام خود تغییر داده بود به نام پدروف. و این آدم کارنامهش شما ببینید، وقتی که یک آدم بر افتخارات تاریخی افغانستان میتازه، وقتی که یک آدم منافع ملی افغانستان زیر پا میگذاره به خاطر منافع ملی یک کشور خارجی، بر من هیچ ارزش نداره. خواه پدروف باشه، خواه دوستم باشه، خواه محقق باشه، خواه هر کسی که باشه، اما بر من منافع ملی افغانستان ارزش هایی را که من با او باور دارم او پیش ما قابل احترام است. در جمله کارهایی که اشرف غنی احمدزی کرده واقعا کارهای خوب کرده، وعده های خوب سپرده، اما در صورت که وعده هایش عملی شود. من که در کابل بودم البته آوازه ها و شایعات پخش بود یا پخش شد مبنی بر این که جناب دکتر عبدالستار سیرت به حیث قاضی قضات افغانستان مقرر میشن. من واقعا از خوشی در پست نمی گنجیدم. من فکر نکنم که شخصیت عالم، دانشمند و کارفهم مثل دکتر صاحب عبدالستار سیرت در افغانستان مستحق این مقام و این چوکی باشه. ببینیم برادرها، آیا شما از دکتر عبدالستار سیرت کرده شخصیت بهتر پیدا میکنین برای مقام قاضی قضات افغانستان؟ یک نوید میده به مردم. واقعا یک خبر خوش است و من ایره استقبال میکنم. خدا کنه این خبر حقیقت داشته باشه، که من فکر میکنم که حقیقت هم داره. همه انتظاری داریم که این خبر خوش چی وقت از طریق رسانه های داخلی پخش میشه. اما توصیه باسم به سیاست مداران ما ایست که متوجه این حقیقت باشن که اصل صداقت و پابندی به تعهداتشان است که میتواند فضای سیاسی افغانستان را یک بار دیگر اعتماد و باورمندی به هم آکنده ساخته و وحدت و همگرایی را به ارمغان آورد. اگر مهره هایی که به هر نوی توانستند به دولت وحدت ملی وارد شده و بازیگر میدان شوند، هر کدام با هر مقدار از قدرتی که به دست دارند با نگاه فرودستانه و یا نگاه عوام فریبانه به اطرافیان بنگرند و بخواهند با نادیده گرفتن آنچه که به آن تعهد کردند اصل صداقت و اعتماد را خدشه‌دار سازند، بدون شک با هر حرکت خود جامعه را یک قدم به سوی بحران‌های عمیق‌تر و خطرناکتر سوق خواهند داد. دوست عزیز و ارجمندم جناب رئیس جمهور جدید افغانستان آقای اشرف غنی احمدزی نباید پس از ورود به ارگ ریاست جمهوری به این فکر باشند که برنده میدان بوده و توانستند بر همه مشکلات فائق آیند. قبل از اینکه مسئله برنده شدن در انتخابات مطرح باشه، این مسئله تفاهم و توافق اجباری است. ایره هیچ کس فراموش نمیکنه که در تاریخ جهان در این سطح تقلب در انتخابات صورت نگرفته. در اثر یک تفاهم بین الافغانی و بین المللی دوست عزیزم جناب آقای دکتر اشرف غنی احمدزی باعث رئیس جمهور افغانستان انتخاب شده، اما به این معنا نیست که او توانسته باشه بر همه مشکلات فائق آید.
و بر ایریکای قدرت تکیه زند. بلکه هر دو تیمی که دولت وحدت ملی را با فداکاری و درایت بنیان نهادند باید متوجه و هوشیار باشند که از این پس همه دشمنان صلح و ثبات در این کشور دشمن شماره یک و قسم خورده وحدت خواهند بود که اگر بشکند غرق شدن کشتی افغانستان بسیار سهل‌تر و سریع‌تر انجام خواهد شد. این وحدت و حکومتداری با این سیاق ممکن نخواهد بود مگر اینکه اصل هر حرکت و تصمیم گیری سیاسی در سطوح مختلف اداره و حکومتداری کشور مبنایی داشته باشد که آن مبنا فقط و فقط میتواند در نظر گرفتن اصل صداقت و تعهد به سند مورد توافق هر دو طرف برای تشکیل آنچه دولت وحدت ملی خوانده میشود باشد. همان سندی که بر مبنای آن اگر رفتار شود و در اجرای آن صداقت و تعهد به خرج داده شود دولت وحدت ملی میتواند با یک الگوی پایدار حکومتداری نه تنها برای افغانستان بلکه یک الگو و راه حل موفق برای سایر کشورها که با مشکلات نظیر افغانستان مواجهند مبدل شود. اما هر گونه سوء استفاده و هر حرکت غیر صادقانه نیز می تواند طرفین را به هم بدبین سازد و در نهایت شکافهایی را در بدنه نظام ایجاد کند که بیشترین نفر را دشمنان صلح و ثبات افغانستان خواهند برد و وعده ها و دورنماهای روشنی که روز گذشته یا روزهای گذشته رئیس جمهور جدید افغانستان به مردم افغانستان و جامعه جهانی نوید داد را نقش بر آب خواهد کرد و طرح داشتن یک افغانستان توسعه یافته و مترقی را عقیم و ناکام خواهد ساخت. بینندگان ارجمند، هموطنان گرامی، با آنچه گفته آمد صحبت امروز ما با پایان رسید. میریم به سراغ تلفن های شما دوستان و عزیزان و میخواهیم از شما بشنویم که شما چی گفتنی دارین. تلویزیون آریانا افغانستان، بفرمایید. مسکینیار عزیز، درود بر شما. السلام علیکم صاحب، صحت شما خوب هستین؟ بفرمایید. برای شما آقای مسکینیار، قبل از همه امی کلمه عید که مناسب است و مناسبت هم داره یک لحظه اصلا میخواییم به اصل موضوع میرم. عید از عید و از عیادت و یا به اصطلاح دید و بازدیدهای انسانها که با محبت بین هم دارن گرفته شده و بهترین نام است که آدم چطور بتانه آقای مسکینیار با دوستای خود با هر کس یک دید و بازدید به این مناسبت یا به یک مناسبت دیگه بکنه. اما یک چیزی که من متاسف هستم تاریخ ایده، تاریخ قربانی را خواهد وقتش نیست و برنامه شما هم حوصله صحبت ها را نداره. نمیگیم که از کجا آمد، چطور آمد، چطور اسماعیل قربانی شد و کی قبلا میکرد، ولی من به خدا راستی برات بگویم نمیتونم به جرأت تبریکی به کس بگم که انسانهای ما، برادرهای ما، خواهرای ما در هر جای به نام از گوسفند زیاد قربانی میشه، از گاو زیاد قربانی میشه. خب من چطور میتونم که از ایده به نام یک ایده خوش یا ایده که برای دیگه کس این وقت نمیگرم را من ایت دیگه حرف نمیزنم، اینه تو نشد که خدای نخواست دوستان فکر کنه که چرا من تبریکی نمیگیم، هرگز نخواهم گفت تا وقتی که مردم ما از این حالت بیرون نبراه. اما در رابطه با امین عطفی که شما لطف کردید، بسیار کلمه خوب بود که امین انتخابات یا نمی تعدیلات یا نمی انتقال قدرت یک عطفی بود در تاریخ که بدون خونریزی، و من هم نظر دارم که عطف دیگه هم بود در این که گویا بعد از این آدم فکر میکنه حرفای قبلی ما شما هست که یک حکومت مشترک از چپ و راست و از به اصطلاح کنج و کنار و اوگوشه و دگه و دگه تشکیل میشه، ای که بسیاری راضی باشه یا نباشه، شاید هم یک تعداد بگوید که والا این فلانی طور بود، سابقه شد طور بود، ولی ناگزیر منتها یک حرف آقای احمد رای در نظر بگیره که قاتلا را آدم کشا را که همه طوری که بارها گفتیم که الله اکبر گفته باشه یا هورا و لیال خدا نبیاره که خودش بی آبرو میشه. و آخرین حرف من سر عزیز که شما بسیار جای افتخار است که در لباس خود نگنجیدین، مگر دوستانه مثل شما همیشه صحبت کردیم، آزاد صحبت کردیم، و ایران بترس که
آقای سیرت دخترها و زنهای ما و شما را خدا نکنه خدا نکنه دخترهای افغان و نکای صدیر نکنه و در این زمان ختنه نکنش. این را در نظر باید بگیریم، واقعی بین باشیم. اینطور انسانها در جامعه ولو که عالم باشه به جای نداره. درود بر شما، تشکر. زنده باشین. تشکر. ما معذرت میخواییم بیننده ارجمند. خوب هر کس نظرش، ما خود ما زیاد انتقاد کردیم سر استاد سیرت، اما همیشه ما وقتی که قضاوت میکنیم قضاوت ما باید نسبی باشه، به این معنا که شما فکر نکنم که بندازه آقای سیرت در افغانستان همچین یک شخصیت را پیدا کنین که به این اندازه درایت داشته باشه و فراست داشته باشه. آنچه که آقای سیرت گفته با گفته خودشان، من نمیخوام سخنگوی آقای سیرت باشم یا ویایی که مرا متهم به این کنین، متهم به جانبداری کنین. من بیشترین انتقاد در زندگی شاید آقای سیرت خودش به خاطر داشته باشه که ما سرش انتقاد کردیم. زیادتر مسائل ملی افغانستان بوده، اما آنچه در مورد آقای سیرت، آقای فرض کنین بعضی از افراد و اشخاص به شمول آقای عیار میگن، این نظر خودشان است. خب آقای سیرت کدام اشتباهی را مرتکب نشده، نهایت آقای سیرت آنچه که به نام حدیث ارائه شده او را پس رویش تاکید داشته. اتو نیست که مسئله ختنه، اگرچه آقای سیرت چقدر در مورد ختنه دخترها یا خانم ها صحبت نکرده، اما در مورد نکاح 4 ساله و 5 ساله که ما خودم هم از جمله منتقدین آقای سیرت بودیم که ولو که همچو یک حدیثی که شاید درست نبوده باشه و شما مطمئن نیستین، شما این حدیث چرا مورد تفسیر و تفصیل قرار داره؟ اما این خود ساخته و خود پرداخته آقای سیرت نیست. من نمیخوایم که یک بحث دیگر ما شروع کنم سر از اینکه بازم بریم به سراغ آثار و احادیثی که به نام پیغمبر چاپ شده، که در اینجا البته ما خودم هم از جمله افراد و اشخاص هستم که در این مورد ملاحظات دارم و فعلا این برنامه گنجایشی نداره که من روی مسائل بپیچم، اما به تناسب سایر افراد و اشخاصی که میگن ما ملا هستیم و ما دانشمند هستیم و ما اکادمیک هستیم و یا ما پوهان هستیم و پروفیسر هستیم، آقای سیرت از بسیاری جهات بهتری دارن. این ما باید قبول کنیم. تشکر. تلویزیون آریانا افغانستان، بفرمایید. آقای مسکنیا سلام، خدمت شما تقدیم دارم. من خدمت شما سلام و احترام میرسانم. بفرمایید سب. خدمت شما مبارک باشه، امید است ایام خوشی پیش شما باشه، نو عمرتان همشترید و خوشی زنده باشه. مهربان هستم. مهربان هستم. بفرمایید سب. بفرمایید سب. جان، عرض گفتار ما یه چیزی که شما فرمودین اضافه گفتاری در مورد ندارم. شما فرمودین چند تا اینات که از طرف آقای رئیس جمهور شده، چهره هایی که برای مردم آشناست، در مورد از او شما استدلال و منطق خود کنین که تا حدود ما هم رای شما در این مورد یعنی نظر موافق داریم. منتها بحثی که شما در مورد بعض برخوردهایی که بین ازی قوتها یا اعضای برجسته مقامای آقای اشرف غنی و طرف دکتر صاحب عبدالله هست، عرض میست که همون انتخاباتی که شد، اگر شما دقیقا متوجه شده باشین در این انتخابات کسانی که اشتراک داشتن اکثرشان منظورشان این بود که جانب مقابل حذف کنن. یعنی اینا نمیخواستن در مقابل خود شخصی را ببینن که ببازن، که میدان ببازن، قابل استعداد است، اگر قابل اهلیت شایستگی و لیاقت و تخصص و استعداد است در پالوی خود ببینن. اینا میخواستن یکی دیگر را حذف بکنن که نتانستن. حالا مثلا من یک مثال میدم، آقای مسکینیات کسی اگر طرف هم میگه بگوی اگر نمیگنم، ولی یکی واقعیت است. ببینین آقای مسکینیار، آقای رئیس جمهور سابقه کرزی چندین والی داشت که در بین کلی والی هاش دو نفر والی یعنی مورد تایید مردم بود کارایشان، که یکی از جمله آقای گلاقا شیردای بود و یکی آقای استاد عطا، یعنی کسایی بودن که در مناطق خود هم از طرف همو مردم خود مایه می شدن و هم مورد تایید کسایی بودن که طرفدار باسازی پیشرفت همین و شایستگی و لیاقت و اهلیت بودن. آقای استاد عطا هم با وجودی که میگم من احترام دارم به
منافع مردم یا دولت سازی نبود انتقاد میکرد. حال کسایی که خام از نگاه حسادت یا تعصب یا غیره بعض مسائل طور نگاه میکنن که مثلا برای آدم ریش خارج زیر بغل است، باید آدم تحمل بکنه. چی فرق میکنه یک آدم شایسته یک آدمی که آزادانه هم صحبت میکنه هم منتقد است هم کار میکنه، چرا از نیروش از محلیت شایستگیش کار نگیره؟ لحاظ عرض ما فقط همه بود اگر کسی کدام استدلال و منطق دادن باید روی منطق و استدلال درست انسانی و کاری و ارزش های ملی و مردمی باید بحث و صحبت بکنن. دیگه من اضافه در این مورد اضافه گفتاری ندارم، فقط و فقط در زمامه خبود. برای شما روزگار خوش و ایام خوش زندگی برتان آرزو زنده باشن. تشکر تشکر. بینیدار جمن من میشه میگم که نظر ما یا انتقاد ما یا قضاوت ما باید روی واقعیت های عینی جامعه افغانستان باشه. بسیاری ها این امیر در نظر نمیگیرند. وقتی که من بگم واقعیت های عینی جامعه افغانستان، آنچه که شما را دور ساخته از واقعیت‌های عینی جامعه افغانستان است که شما دور بودین. مثلا اکثر مبصرین و بزرگایی که مقاله می نویسند یا فرض کنید ابراز نظر میکنند در تلویزیون ها، اینا از شرایط افغانستان دور بودند. اینا واقعیت‌های جامعه افغانستان درک نمیکنند. ما با وجود این که واقعا واقعیت‌های جامعه افغانستان پذیرفتیم، سر از او هم من میگم راه‌های وجود داشت و راه‌های وجود داره برای حذف یا برای دور کردن بعض مسائل که امکان داره وحدت ملی ما را خدشه‌دار کنه، امکان داره مانع در جهت اعمار افغانستان شوه. چنانچه من سر افراد و چهره های صحبت میکنم که اینا در طول 30 سال یا 32 سال گذشته بر شکل بودن، اینا مطرح بودن. من باز هم به کدام گناه نگیرین، در نزد ما و میخواهید به مردم افغانستان بگویم که مسئول درجه اول اوضاع امروز، مسئول درجه اول نقش پررنگ قومگرایا در انتخابات افغانستان شخص حامد کرزی است. اساس و بنیاد و بنیان این مسئله را حامد کرزی گذاشت. وقتی که یک رهبر بیست ملی نداره، بنیاد ملی نداره، تهداب ملی نداره، او به قوم و قبیله خود روی میاره و کرزی عین کار کرد. اگر میاره برای حذف جنایتکارای جنگی و افراد و اشخاصی که دستشان به نحوی از آنها در جنایت و خیانت در افغانستان شامل بود و زمی شد، منظور ما ای که اگر اینها اقلا پارلمان افغانستان به عوض از ای که کسایی که مرتکب جرم جنایت شده بودن و سبب ویرانی و بدبختی مردم افغانستان شده بودن، اگر اینا رو به محاکمه نمی کشاندن، جلو انکشاف و تبارزشان در جامعه می گرفتن، بازم یک حرکت مثبت بود. متاسفانه دکتر صاحب اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان عین اشتباه را مرتکب شد و باز هم در یک صحبت‌های خود عین اشتباهی را مرتکب شده که حامد کرزی هم مرتکب شده بود و ایست که گذشته را میگه صلوات. من میخواهیم بگویم که گذشته چراغ است که ما آینده را با او باید بسازیم. بدون گذشته آینده ساخته نمیشه. بدون نگریستن به گذشته شما آینده نگری کرده نمیتونین. بناهند ما میتونیم بگیم که گذشته چراغ راه آینده است. شما که با گذشته صلوات میگین، شما با تاریخ صلوات میگین، شما با واقعیت ها صلوات میگین، شما رنج ها و مصیبت های یک ملت نادیده میگیرین صلوات میگین. مردم افغانستان اعتماد به شما کرده، مردم افغانستان انتظار ای را داره که شما یک دگرگونی را در حیاتشان به وجود بیارین. اگر قرار باشه که شما با گذشته صلوات کنین و افراد و اشخاص مثل زاخیلوال یا دیگر بازم مقامات حساس دولتی رو به او بسپارین، بنان هیچ فرق و تفاوت با شما و حامد کرزی نخواهد بود. یعنی شما ادامه دهنده رای کرزی هستین. نهایت
کرزای چپن می پوشید و شما دستار می پوشید. شما یک دستمال هم سر شانیتان بندازین و او یک کلاه قرقولی می پوشید. مهم نیست که شما چه لباس، ای کاش با همی دستار و با همی شکل و شمایلی که امروز شما برتان انتخاب کردین بتانین بر مردم افغانستان یک رهبر دلسوز باشین، بتانین واقعا در زندگی مردم افغانستان یک تغییر به وجود بیارین. در غیر صورت من طور که برتان گفتم من بسیار ناامید خواهد بودم از آینده افغانستان، با وجودی که صحبتهای امروز من نسبتا مثبت‌تر بود نظر به روزهای گذشته. تلویزیون آریانا افغانستان، بفرمایید. من هم خدمت شما سلام و احترام تقدیم میکنم. بفرمایید. خواستم که با کمال احترام همیشه گفتار شما رو شنیدیم و همیشه به او زنده باشین، مهربان هستید. بسیار وافر به او اهمیت برزو دادیم و همیشه او رو شنیدیم. زنده باشین. امروز چیزی که شما گفتین در روی آقای سیرت هیچ مطابق به گفتار سابق شما نیست و نبوده. آقای سیرت طوری که شما میدانین این شخص اگر چه امکان داره اکادمیکلی یک شخص برجسته باشه، لیکن افکار و نظریاتی که اونا داره در می چند سالی که در امریکا بوده و ما او رو شنیدیم همه ایزی به اصطلاح باز هم ما را به قرن 13 میبره. نه تنهایی که دختر 4 ساله میتونه به امراه یه شخص ازدواج کنه، اوش فرض بکنیم که یک اشتباهی بود یا هر چیزی بود، لیکن همه گفتار دیگه ازی همه کارهای دیگه فقط با نمو با یعنی ما را باز میبره به سالهای گذشته. من فکر میکنم وقت شما دیده بودین که وقتی که خدا باعث رئیس جمهور انتخاب کرده بود یگانه کاری کرده بود قرآن شریف را گذاشته بود و میگفت و نشان میداد مردم میخواد که به نام قرآن برای این رای بدن. این به غیر از این خود هیچ کدام چیز دیگه ما از اینا نشنیدیم که شما اینو میگین باعث خاضی القضات باشد. من باز به شما عرض بکنم که احترام فوق العاده به شما دارم، لطفا این کلماتتان را فکر میکنم یک وقت کاری را اصلاح بکنین. من فکر میکنم ما ممنون میشه همه کسایی که زنده باشین. تشکر، مهربان هستین. تشکر، مهربان هستین. بیننده ارجمند، بیننده ارجمند، برادر ارجمند، ما باسم میگم، من نسبی براتون میگم، من مقایسه کردیم آقای سیرت با می آقای دکتر سلام عظیمی، من مقایسه کردیم با می الکوی که امروز باعث لویس آرندوال افغانستان ایفای وظیفه میکنه، ما با می افراد و اشخاص که فعلا در افغانستان موجود است ما سیرت مقایسه کردیم. ما تو نگفتیم که نیوال آقای سیرت یک فرشته نجات است آمده بر نجات افغانستان، نه خیر تو نیست. با اینمی افراد با می اقلا سیرت هم اطمینان دارم رشوت نمیخوره، اقلا رشوت خود نمیخوره. همین رشوت که اگه آدم نخوره و هم که بتانه فساد از سر محکمه گفته مردم یا رشوت ستانی را یا همین سیستم فاسد اداری که در سر محکمه است اگه بتانه جلوش بگیره فرق نمیکنه. همین آقای سیرت باسم یک رئیس سر محکمه یا یک قاضی قضات موفق خواهد بود. شما دیگه در بین ملا و چلی و طالب و فس کنین سایر افراد و اشخاصی که امروز میگن ما درس خواندیم، نام خدا تعدادشان زیاد، یکی میگه من از لاهور دکترای خود در رشته اسلام گرفتیم، ده تای دیگه اش میگه که من از الازهر گرفتیم، آیا از سیاف کده سیرت بهتر نیست؟ آیا از عظیمی کده سیرت بهتر نیست؟ بر ما بگوین، بر ما یک آدم نشان بتین. این قاضیایی که در استرا محکمه است شما داستانایشون شنیدین، اسناد و شواهد بیشمار وجود داره. یکی نو ادعا میکنن که استرا محکمه افغانستان یا قوه قضایی افغانستان کاملا منزه از هر عیب بود، ایره کاملا به خطا میرن. بدون رشوت در افغانستان هیچ کار تا امروز صورت نمیگیره. اگر سیرت بتونه یک تغییر در استرا محکمه افغانستان بیاره، بازم من فکر میکنم که این یک خبر بسیار خوش است. اون نظر شماست. من خودم شاید بزرگترین منقد یا منتقد آقای سیرت به خود ما بودیم. در مسائل سیاسی آقای سیرت اشتباهات کرده، آقای سیرت شاید در مسائل دینی و مذهبی هم اشتباهات کرده باشه. آقای سیرت برنامه اسلامی داشت و بازم براتون میگم که من با بسیاری از نظریات آقای سیرت بیشتر براتون گفتم من مخالف هستم، اما اینمی آدم صرف نظر از اون مسائل، از طرف دیگه آقای سیرت در جای یا در موقعیت یا در موقف نخواهد بود که تصمیم گیرنده نهایی در مسائل دینی و شرعی در افغانستان باشه. شرایط افغانستان شرایط سابق نیست. آقای سیرت رئیس جمهور افغانستان نمیشه که تمام قوانین افغانستان بر وفق مرام و آرزوی حزب اسلامی یا افراطیون یا بنیادگرایا بسازه. آقای سیرت هم یک تا یک حد تا یک حدود صلاحیت خواهد داشت.
اتو نیست که او شخص اول مملکت است و هر چی دلش میخواد بکنه. بازم این نظر شماست. ما بارها برتون میگم این که شما چینا برداشت از نظریات و دیدگاه های من میکنین این مربوط خودتان است، اما نظر و دیدگاهی که من در مورد یک موضوع دارم این همه جانبه است. شما تو نیست که یک صد نفر ملا و چلی و پوهاند و پروفیسر و فرض کنین دانشمند و دیگر و دیگر داره در یک صف استاد است، از شما سوال میکنن که برادر عزیز در بین همی افراد و اشخاص شما کی را مستحق میدانید؟ در افغانستان 10 نفر یا 15 نفر انگوش شما هستن که تحصیل کردن. من شما خدای نخواستم من را به این جرم یا به این گناه نگیرین که من کدام مداهی میکنم یا تملق میکنم. این واقعیت است که من به او باور دارم و فکر میکنم که من فکر میکنم شاید من اشتباه کنم. این که شما ابراز نظر کردین با احترام به نظر شما، با احترام به عقیده و باور شما، این نظر من است و نظر من فعلا تغییر نمیکنه تا زمانی که ببینیم که اگر این گزارش حقیقت داشته باشه و اگر آقای سیرت قاضی قضات افغانستان شوه و بتانه یک تغییر در زندگی مردم افغانستان و در قوه قضایی افغانستان بیاره، در صورت از اینکه چی بهتر. به صورت بیننده ارجمند، هموطنان گرامی، یک تلفن دیگر هم به اجازهتان میگیرم. تلویزیون آریانا افغانستان، بفرمایید. عزتمند وطن پپت او ناموس ننگیال رور خغل مسکینیار سیب هیله ده درناوی او سلام می ومنی. تشکر دکتر سیب، من خدمت شما سلام و احترام تقدیم میکنم و خوشوقت هستم که پس از مدت نسبتا طولانی صدای مقبول شما را میشنویم. بفرمایید، من در خدمت شما هستم. با عزت و سی درون مسکینیار سیب، نن سو مبارکه لرم. با ترتیب لحر سمخ که دلوی دینی او عنعنوی اختر مبارکی تا او استاد ملی او نړیوال تلویزیون طول همکارانو لیدونکو او اوریدونکو تورنده کوم اختر مو مبارک شد. من حلول عید سعید اطهار به شما و فامیل محترم تبریک میگم. بفرمایید دکتر سیب، در خدمت شما هستم. و هم در آلمان در فرانکفورت په ښار کې ستاسو د موافق او کامیابی برنامه یعنی اوارد شو په مناسبت بیا هم ستاسو حضور او ستاسو ټولو همکارانو او موافق هنرمندانو ته مبارکي وایم. همیش موافق او خوشحاله اوسی او خوشحاله یم چې خپرونه کامیابه وه او وطنوال هم راضي. تشکر. تاسو مسکینیار صاحب د دنیا د بام د بدخشان او د آسیا د زړه کابل څخه د بیرته راتګ په مناسبت مبارکي وایم. ستړی مشي په خیر و عافیت راغلی او موافقانه سفر دې په خیر تیر شه. تشکر، زنده باشین، مهربان هستین. په هیواد کې د نوې مشرتابه سره د دې چې وایي نوی ملا او زری تراوی دا ادلون بدلون په نیک فال نیسم او د ګران افغانستان با شهامت ولستا پا احتیاط سره زر نازل مبارکی وایم. جناب مسکینیار صاحب و شنوندگان و بینندگان عزیز، می خواستم امروز با کرزی امیر سابق و احمد زی عبدالله امامان جدید بحث و مشوره به خدمت شما بحث را تقدیم نمایم، اما یار زنده و صحبت باقی. بهتر دانستم تا با جناب مسکینیار صاحب عزیز و مناسبت بازگشت به خیرشان از بام دنیا و قلب آسیا خوش آمدید بگویم او دا مات گود کرخی که نه نزنده او نه نصر در خاقل مسکینیار صاحب اجازه تاسیتا ورانده کرم. بفرمایید. اجازه در درون رور نبیل غمین مسکینیار بخیر راغلی در افغان در بند مالیار بخیر راغلی در حیوات لوی خدمتگار بخیر راغلی گران وطن سترگ پلار استاد خدمت ده ولس وار انتظار بخیر راغلی ده هیواد آبادهی په فکر دوبه ده تپیز لونو درمانه بخیر راغلی
دا ټپونه به ستا همت تل ستایي د افغان د بخ سنګاره په خیر راغلی پرګري او ولسونه دې په تمه چې افغان کړي ته بیداره په خیر راغلی افغانان اصیل قومونه دعاګوی دي د ملت د وحدت یاره په خیر راغلی